در ادامه گفتگوهای هفتگی شبکه جهانی دور تیوی با آقای محمد نوریزاد، اظهارات محسن رضایی در شبکه خبر جمهوری اسلامی در ارتباط با جنگ و اشتباهات صورت گرفته از سوی سران نظام به علت بی‌تجربگی، پوزش خواهی سعید مرتضوی و ابراز افتخار مصطفی پور محمدی و اظهارات رهبر نظام در ارتباط با نهی احمدی نژاد از شرکت در انتخابات مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. آقای نوریزاد، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو دوباره به ما دادید و در گفتگوی این هفته با شبکه دور تیوی شرکت می‌کنید. خواهش می‌کنم، من در خدمتتون هستم. بفرمایید. آقای نوریزاد، همینطور که در جریان هستید، آقای محسن رضایی در شبکه خبر در برابر چشم همگان گفت که تصمیم‌های کلان در ابتدای انقلاب به خصوص در ارتباط با جنگ توسط رهبری و آیت الله هاشمی گرفته می‌شد و خب تجربه کافی وجود نداشت و خیلی از این تصمیم‌ها از روی بی‌تجربگی گرفته شد و اشتباه بود و ضرر و زیان‌های بسیار زیادی رو به کشور وارد کرد. ایشون مثال ورود ایران به خاک عراق رو بعد از آزادسازی خرمشهر زدند و گفتند که این اشتباه بزرگی بود از سوی ایران و این برای اولین باره که یکی از سران عالی رتبه نظام، چون آقای محسن رضایی خب یکی از بالاترین مقامات نظامی در زمان جنگ بود، الان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو بارم کاندیدای ریاست جمهوری شده، ایشون میان و در برابر چشم همگان در شبکه خبر اعتراف میکنن که اشتباه کردند، اشتباهی که این همه ضرر و زیان به مردم و مملکت وارد کرده. شما اظهارات آقای رضایی رو چگونه تحلیل میکنید؟ یه روزی دوست عزیز آقای خمینی تسخیر سفارت آمریکا رو انقلاب دوم اسم بردن. الان نگاه من و شما به اون حادثه چی هست و نگاه خودشون چی هست؟ آیا واقعا تسخیر یک سفارتخونه میتونه نشان دهنده شجاعت تسخیر کنندگان باشه؟ مثلا آقا ما یه سفارتخونه رو تسخیر کردیم، این سفارتخونه که در دل یک کشور بی دفاع اصلا وجه نظامی نداره، خاک یک سرزمین محسوب میشه. اگر روزی قرار بشه آقایون به اشتباهاتشون اعتراف بکنن، شما مثلا کشتارهایی که اینا تو زندانها رخ دادن یا مثلا اصلا زندانی کردن معترضین و شکنجه هایی که کردن، اینها اگر بخوان به این اشتباهات اعتراف کنن توماری خواهد شد. ورود به جنگ یک اشتباه بزرگ بود. حالا آقایون آمدن میگن که ما مثلا بعد از فتح خرمشهر باید عقب نشینی میکردیم. اصلا مجموعه کارهایی که اینها کردن تا همین الان که وارد سوریه شدن، در هر بند بندی که شما اسم ببرید اینها خطا کردن، جنایت کردن. یعنی من و شما اگر بنشینیم و از مردم هم کمک بگیریم، یک نقطه و فقط یک نقطه روشن و غرور آفرین در پرونده اینها نیست. هرچه هست فاجعه است، هرچه هست فریب، دروغ، جنایت، آدم کشی است، دزدی است. علتش هم فقط یک چیز دوست عزیز و اون، حالا بعضیا ممکنه اراده بکنن که من دارم توهین میکنم، نه واقعا اینجوری نیست. ما گرفتار مغزهای فندقی شدیم. یعنی مثلا شما نگاه کنید، آخوندهایی که مطلقا هیچ نسبتی و کشورداری نداشتن و ندارن، اینا آمدن اختیاردار شدن، یا ریل هایی که ابرقدرت ها پیش پای اینها چیدند، اینها رو درست به اون سرمنزلی میبره که این مغزهای فندقی کاملا در اون مسیر میتونن نقش ایفا بکنن. منتها اینها در آدم کشی متبحرن، در دزدی و در وسوسه های بزرگ، ارس هایی که دارن در بدر بردن رقبا و به نظر من سازمان های جاسوسی روسیه، اسرائیل، خود امریکا به اینا کمک کردن. اینا اصلا نقطه روشنی ندارن و این اصلا سیاه نمایی نیست که مثلا من بیام بگم که آقا ما داریم سیاه نمایی میکنیم. آقای خمینی اصلا چه اصلی از اصول سیاست رو بلد بود؟
یا آقای خامنه‌ای چطور؟ شما نگاه کنید یک ذره آقای خامنه‌ای اگر اصول دیپلماتیک رو بلد بود مطلقاً پای از مرز بیرون نمیگذاشت برای دخالت در حوزه های سیاسی در کشورهای منطقه و در اطراف کشورمون. اینها هیجان هایی است، منتها این هیجان ها رو ارجاع میدن به اون مغزهای صندوقی و نتیجهش میشه ورود به افغانستان با پول های طلا، ورود به بحرین، ورود به یمن، ورود به سوریه، لبنان، فلسطین، نیجریه و اینا، همش با پول سعی کردن که شیعه جمع کنن. نگران آینده جهان بودند و هستند که مثلا جمعیت تشیع رو زیاد بکنن و بعدم به یاوری امام زمان برند و دنیا رو به تسخیر در بیارن. این داستان مخفای صندوقی است و اصلا شما تعجب نکنید که آقای محسن رضایی حرف ویژه‌ای زده، نمیدونم تابوشکنی کرده. اصلا حیثیت اینها مطلقا با عقلانیت سازگار نیست که شما حالا یه دفعه ببینید که اینا آمدن دارن به اشتباهشون اعتراف میکنن. تلمباری از جنایت و خطا و اینها هست در کارنامه اینها و یعنی من باور کنید هرچی تلاش میکنم که یک نقطه درست پیدا کنم که مثلا سیاه نمایی محسوب نشه صحبتهای من و بگم منصف باشم، انصاف رو رعایت کنم. مثلا توی آموزش پرورش بگم یه نقطه روشنی هست، مثلا در امر جوانان، دختران، پسران، در کهنسالان با امور بازنشستگی، بیمه، کار و قضیه مثلا اعتیاد جوانها که اخیرا هم من شنیدم که اسم یکی از سرداران سپاه که توی مثلا سپاه قدس بوده به عنوان کسی که در امر قاچاق مواد مخدر بوده به لیست سیاه مجامع قانونی امریکا وارد شده که حسابهای او رو وارسی بکنن ببندن. در تقدیر اصلا تعجب نکنه دوست عزیز از صحبتهای آقای محسن رضایی، او سر کیسه رو شل کرده، یکی از اون انبوه یا کوه فجایع رو یکی رو مثلا به شما نشون داده. آقای نورزاد شما تقریبا به سوال بعدی من اشاره کردید. آقای محسن رضایی میگن که این اشتباهات بر اثر بی تجربگی بوده، یعنی حذف مخالفان و منتقدان، ولی ما شاهدیم که این بی تجربگی تا به امروز ادامه داره. اگر دم اوایل انقلاب بی تجربگی بوده، خب در این 38 سال یک تجربه‌ای باید حاصل میشد، ولی ما شاهدیم که در همین چند روز گذشته 23 نفر اعدام شدن، یعنی همون روش حذف تا امروز و حتی شدیدتر ادامه داره. نظر شما در این مورد چیه؟ بله، شما نگاه کنید همین داستان جنگ وقتی خرمشهر پس گرفته شد، مرحوم بازرگان یه نامه‌ای نوشتن که آقا الان بهترین زمانه برای عقب نشینی، برای ورود به صلح و بهره گرفتن از مجامع جهانی، برای صحبت کردن و نشستن و فیصله دادن به جنگ. یعنی اوغلا راه رو نشون میدادند، ولی اینها کسی نبودن که با عقل نسبتی داشته باشن. همین الان شما گفتید که آقای محسن رضایی گفته که ما اون موقع تجربه نداشتیم. این یعنی چی؟ یعنی که الان تجربه داریم و از این زاویه که امروز در او قرار داریم به گذشته که نگاه میکنیم میبینیم اون موقع تجربه نداشتیم. یعنی که اینا الان تجربه دارن؟ یعنی واقعا میشه باور کرد که الان صاحب تجربه هن؟ حضور اینها در سوریه نشانه با تجربگیشونه؟ مطلقا اعدام ها هم همجنس با رویه هایی که اینا اختیار کردن. شما هیچ امر متفاوتی در این راستا نمیبینید که حالا مثلا کارهای دیگرشون درست و مبتنی بر عقلانیته و حالا مثلا اعدام ها از چارچوب های انسانی و قوانین بین المللی خروج کرده. این اعدام ها هست برای اینکه اینها اعدام نکنند به مشکل برمیخورن. اینها با هر اعدام یک شوکی در یک منطقه ایجاد میکنند، مثلا در کردستان، در کرمانشاه، در بلوچستان، در اصفهان، شیراز، هر کجا در تهران
یه موج ایجاد میکنن که حواستون باشه ما اعدام میکنیم. اینها با نه که با ارعاب جامعه رو تحت کنترل در آوردن، به این اعدام ها نیاز دارن. الان دیدن که مثلا مسئله اعتیاد در دنیا به این سمت رفته که آقا اعدام نباید کرد، یعنی چاره کار نیست. اینا هم توی مجلس یه بازی در آوردن که آقا ما قاچاقچیان مواد مخدر رو اعدام نکنیم، یعنی بقیه رو اعدام بکنیم. یعنی فردی که حالا مثلا عقیده مخالفی داره و عقیدهش رو تبلیغ میکنه، شما اونو بردارید اعدام بکنید، قاچاقچی رو اعدام نکنید ولی او رو اعدام بکنید. این واقعیته که اینا به ترسیدن مردم احتیاج دارن، شدید هم احتیاج دارن، و موضوعی که برآورده میکنه احتیاج اینها رو اعدامه، و این اعدامای اخیر هم از همون جنس. آقای نوروزاد، شما به ترسوندن مردم اشاره کردید، ایجاد رعب و وحشت در جامعه. به نظر شما به عنوان یک کنشگر مدنی، یک کنشگر سیاسی، این روش یعنی ادامه حکومت با ایجاد رعب و وحشت در جامعه با توسل به اعدام‌ها تا کی ادامه خواهد داشت؟ تا کی کار میکنه؟ تا همیشه، برای اینها ابدی است. ببینید، این شیخ مصطفی پور محمدی وقتی و فایل صوتی های منتظری منتشر میشه، همین آقا قبلا گفته بود من هیچ نقشی نداشتم، ولی بعدش با وحشت میگه من افتخار میکنم، من حکم خدا رو عملیاتی کردم، و با همون وحشت میگه، به دروغ میگه من یک شب نشده راحت نخوابم. البته خود فریبی اینها کارشونه و یه آیه رو میذارن وسط، هم دیگه رو انرژی میدن و میگن که آقا تو کار درستی کردی، ولی وحشت دارن. شیخ مصطفی پور محمدی از تجسم این که یک روز در محکمه ای منصفانه مورد پرسش واقع میشه وحشت داره، این شب خوابش نمیبره. و یک چنین آدمی از خود آقای خامنه‌ای گرفته تا دیگران، اینها آدم میکشن و حمام خون به راه میاندازن که اون روز فرا نرسه. به همین دلیل ما با وحشت اینها از یک طرف و ترسی که اینها در جامعه ایجاد میکنن از طرف دیگه مواجه خواهیم بود، حالا حالا ها، تا مگر اینکه ماجرای دیگه ای پیش بیاد که از اندازه سهم ما فعلا خارج. آقای نوروزاد، شما به یه موضوعی اشاره کردید که من در هفته گذشته هم میخواستم این سوالو از شما بپرسم، ولی خب متاسفانه وقت نشد. شما به آقای مصطفی پور محمدی اشاره کردید و اینکه اومد و گفت افتخار میکنه به اون قتل‌های تابستان 67، اون جنایت‌هایی که در اون زمان اتفاق افتاد و یک شب هم نشده که خوابش نبره. آقای علی مطهری نامه‌ای رو نوشتن به آقای مصطفی پور محمدی و اعضای هیئت مرگ و ازشون خواستند که با این لحن تحقیق کنن، کمیته حقیقت یابی تشکیل بدن که اگر اشتباهی پیش اومده، اگر خطایی انجام شده، خب از خانواده جان باختگان و مردم عذرخواهی کنن. ولی آقای سعید مرتضوی چند هفته بعد نامه عذرخواهی نوشتند و آقای مصطفی پور محمدی که نامه خطاب به ایشون نوشته شده بود گفتند افتخار میکنند و یک شب هم شده که خوابشون نبرن و دوباره هم انجام میدن، دستور خدا بوده. میخواستم ببینم شما این رو چگونه تحلیل میکنید، اینا چگونه به هم مربوط میشه؟ آقای مطهری قبلا هم در مورد ستار بهشتی وزیر کشور رو فراخواند به مجلس و رفتن یه حرفایی زدن، اینا به صلاح اصلا بنا ندارن که پاسخ باشن. اینها یک ذره اگر شل بگیرند، من متعمدانه واژه شل رو به کار میبرم، یک ذره شل بگیرن و باعث این بشه که مردم به تعبیری از نگاه اینها گستاخ بشن و پرسش پشت پرسش مطرح کنن، آرامش اینها رفته میشه و اینها به صورت اون بهای خودشون رو متزلزل خواهند دید. اصلا بنا ندارن که به پرسشی پاسخ بدن. مگه به نامه آقای منتظری پاسخ داده شد؟ آقا رفت توی سفری، از مثلا در یه مصاحبه ای گفت آقا ما افتخار میکنیم گفتیم اینجوری، شب هم خوابمون نبرد برده، یعنی مثلا موردی نبودی که من شب خوابم نبره. اینها اصلا پاسخ نمیدن، مگر در مورد بسیاری از پرسش های سرگردان مردم اینا
پاسخ دادن. خود من چه قدنامه نوشتم به آقای خامنه‌ای؟ مگه پاسخ میدن؟ مگه اعتنایی میکنن؟ علتش فقط و فقط یک چیزه و اون این که آقا در اون اتاق فکر خودشون میگن کوچکترین ارزشی به پرسش مردم قائل نشید. حالا مثلا یه چیزایی رو در حاشیه ها بیایید بگید، مثلا این اژه‌ای با وقاحت تمام میاد این مسائل حاشیه‌ای رو هر از گاهی یه چیزی میگه، مثلا یه سوالی راجع به امید کوکبی در جامعه پیچیده، میاد میگه آه ایشون جاسوس بود در نظر ما. خب اگه جاسوس بوده چرا آزارش کردید؟ واقعیت قضیه اینه که اینا بنای پاسخگویی ندارن. ماجرای مرتضوی ماجرای دیگری است. مرتضوی شاید خواست به صورت از دو زاویه با موضوع برخورد بکنه. یکی این که خواست با یک نامه‌ای که چند پهلوست اشاره بکنه که من کاری نبودم، من نقشی نداشتم، ولی پوزش خواهی هم میکنم. این پوزش خواهی صورت ظاهر قضیه است، ولی توی اون نامه اگر خوب دقت بکنیم تلویحاً اشاره میشه که من کاری نبودم. شاید خواست پای آقا مشتاق خامنه‌ای رو وسط بکشه، چون اصلا پوزش خواهی چون آداب پوزش خواهی در میان این ها نیست و اصلا بنا ندارن که پوزش خواهی بکنن، چون روی مردم زیاد میشه، گستاخ میشن و فردا مطالبات بعدیشون رو روی میز میگذارن و یکی میگه بچه من چی شد و یکی میگه سه تا بچه من زدین کشتین. خب اینا دیگه با انبوهی از مطالبات مردم روبرو میشن. به همین دلیل شما اصلا نامه پوزش خواهی مرتضوی رو همجنس با پوزش خواهی مثلا یک مسئول آلمانی یا ژاپنی مثلا نبینید. اینها تمامی رفتارشون مبتنی بر دروغ و فریبه و اصلا با صداقت نسبتی نداره. امروز رهبر نظام آقای نوریزاد گفتند که در جلسه‌ای که داشتن با یک شخصی که منظورشون آقای احمدی نژاد بود نصیحت کردند که به صلاح خود ایشون هست و به صلاح مملکت و نظام که شق شق نشه که ایشون در انتخابات شرکت نکنه، و این در حالیه که همین آقای خامنه‌ای چند سال پیش در اون سخنرانی معروف گفتند که نظر آقای احمدی نژاد از نظر سایرین به ایشون خیلی نزدیکتره. همون سخنرانی که باعث شد خب نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی به مردم معترض هجوم بردند و اون تعداد کشته ها و زخمی ها و آسیب دیدگان رو بر جای گذاشت. میخواستم تحلیل شما رو در این ارتباط بدونم. دوستی میگفتش که تنها موجودی که بیشترین لطمه رو با آقای خامنه‌ای زده، مثلا بر خلاف شعارهایی که ایشون میده آمریکا و اسرائیل و فلان نبوده، بلکه همین احمدی نژاد بود. علتش این بصیرتی بود که آقای خامنه‌ای راه انداخته بود و مثلا با این بصیرتی که نشون میداد آقای خامنه‌ای افقهای دور رو میبینه و ذات آدمها رو واشکافی میکنه، از دو قدمی خودش مورد تحلیل شخصیت احمدی نژاد عاجز بود و این لطمه بسیار بسیار بزرگی بود که آقای خامنه‌ای فرد روبروی خودش رو نمیشناخت و بعد بصیرت میکرد برای دوردست ها و آدم های دوردست. به هر تقدیر آقای خامنه‌ای این که حالا گفته من برای شقه نشدن جامعه، اینا شوخیست. خودشون هم میدونن که احمدی نژاد یک مفسده بزرگه و پای تک تک اینها رو وسط خواهد کشید. یعنی مسئله کاندیداتوری احمدی نژاد پای تک تک اینها رو وسط خواهد کشید، نه اینکه احمدی نژاد این کارو بکنه، بر این که زنجیره ای از مفسده های بزرگ به تک تک آقایون از یک سمت و از یک سمت دیگه به احمدی نژاد بنده و کاندیداتوری ایشون دقیقا این زنجیرهای خفته رو به صدا در میاره و بسیاری از مناسبات پنهان رو آشکار میکنه یکی یکی.
و گمان من این هستش که ممکنه حالا یک چنین گفتگویی شده باشه، ولی پشتش صداقت نیست مطلقا و حتما غم خودشونو خوردن، غصه خودشونو، آقا مشتواشونو خوردن با مقصده های بزرگی که از طریق آقای احمدی نژاد سامان دادن. آخرین سوال من از شما آقای نوریزاد، آقای احمدی نژاد شنیده شده که در محافلی گفتند اسناد زیادی رو از اکثر سران نظام در دست دارن و این اسناد و مدارک رو به خارج از کشور فرستادن، اسناد و مدارکی که در اون زمانی که رئیس وزارت اطلاعات خب غایب بود ایشون به دست آوردن. میخواستم از شما بپرسم که آیا به نظر شما آقای احمدی نژاد به نصیحت آقای خامنه‌ای گوش خواهد داد و در انتخابات شرکت نمی کنه؟ برای ما نباید فرقی بکنه دوست عزیز، برای ما مردم نباید فرق بکنه که چه ایشون گوش بکنه چه نکنه، چه فردا مثلا بیاد افشاگری بکنه. مطلقا اینجوری نیست. یعنی احمدی نژاد همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم اطمینان دارم ایشون ممنون خروجه و اجازه این که پای از مرزهای کشور بیرون بگذاره نداره. یعنی به شدت ایشون تحت نظر رفت و آمدش شنود میشه، گفتگوهاش با این ور اون ور و همش تحت نظره و امنیتی ایشون نداره. حالا بنا به دلایلی، حالا چه سند داشته باشه چه نداشته باشه، او رو نگه داشتن. علت هم داره، علتش اینه که واقعیتش با امضای احمدی نژاد پولهای کلانی به دستور بیت رهبری جابجا شده. این سندش هست، نامهاش هست، منتها تحت اسمهایی دیگه. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم خود سپاه میلیارد میلیارد با ورود به حوزه های مختلف پول جمع کرده و این پولها رو در جاهای مختلف هزینه کرده که یک بخش وسیعی از این پولها رو با فشاری که به احمدی نژاد می آوردن این اواخر الان در کیسه داره. منتها احمدی نژاد هم خب مثل یک مسئول نامه نوشته، زیر نامه هم امضا کرده و یک کپی از اونم برای خودش نگه می داره. الان آقای خاتمی هم یه سری از نامه های خودشو داره. این روال هر مسئولی است که یه سری از نامه های خودش رو کپی میگیره، نگهداری میکنه. الان هم که دیگه اینترنت و کامپیوتر و فایل و فلش و این چیزا هست، به راحتی میشینه رو جمع آوری کرد. این یک بخش، حالا بخش دسترسی ایشون به اسناد و مدارک وزارت اطلاعات در همون ایامی که جناب عالی اشاره کردید هم یه طرف. واقعیتش در تمام دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد هم بیت رهبری هم سپاه تغذیه شدن کلان از امضای ایشون و اینا همه اسنادش موجوده و ای بسا یه روزی آشکار بشه. ولی علت این که الان کاری با او ندارن، واقعیت شاید یکیش همین باشه که نگرانن نکنه یه روزی سندی چیزی از اون خوردنها و بردنها آشکار بشه. ولی یکی دیگر هست که آقا مردم رو در یک امپاسی قرار میدن که آقا ما یک موجودی داریم که اگر یه ذره بخواید به اصطلاح برای ما غمزه بیایید ما این موجود رو به جانتون میاندازیم. ولی به هر حال مسئله احمدی نژاد تمام شده است، ولی احمدی نژاد تکیه داده بود به بیت رهبری و به سپاه و اونجا بود که میتونست راه بره. الان این پشتبانش لغویده و به یه موجود به اصطلاح نمایشگر تبدیل شده که نمایش بازی میکنه، نقش ایفا میکنه. آقای نوریزاد سپاسگزارم. درود بر شما.